لوقا فصل دهم. بعد از این عیسی خداوند 70 نفر دیگر را تعیین فرمود و آنان را دو نفر پیشاپیش خود به شهرها و نقاطی که در نظر داشت از آنها دیدن نماید فرستاد. با آنان فرمود: محصول فراوان است اما کارگر کم، پس باید از صاحب محصول تقاضا کنید که کارگرانی برای جمع آوری محصول بفرستد. بروید و بدانید که من شما را مثل بره‌ها در بین گرگ‌ها می‌فرستم. هیچ کیسه یا خرجین یا بوت با خود نبرید و در بین راه با کسی سلام و علیک نکنید. به هر خانه‌ای که داخل می‌شوید اولین کلام شما این باشد: سلام بر این خانه باد. اگر کسی اهل صلح و صفا در آنجا باشد، سلام شما بر او قرار خواهد گرفت، و اگر نه آن سلام به خود شما باز خواهد گشت. در همان خانه بمانید و از آن چه پیش شما می گذارند بخورید و بنوشید، زیرا کارگر مستحق مزد خود است. خانه به خانه نگردید. وقتی به شهر وارد می شوید و از شما استقبال می کنند، غذای را که برای شما تهیه می کنند بخورید. بیماران آنجا را شفا دهید و بگویید پادشاهی خدا به شما نزدیک شده است. وقتی به شهر وارد می شوید و روی خوشی به شما نشان نمی دهند، به داخل کوچه های آن شهر بروید و بگویید خاکی را هم که از شهر شما به پاهای ما چسبیده است پیش روی شما پاک می کنیم، ولی این را بدانید که برقراری پادشاهی خدا نزدیک شده است. بدانید که روز آخر برای صدوم بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای آن شهر. وای بر تو ای خرزین، وای بر تو ای بیت سیدا، اگر معجزاتی که در شما انجام شد در سور و سیدون می شد، مدتها پیش از این خط بینی کشیده خاکسترنشین می شدند و توبه می کردند. ولی روز داوری برای سور و سیدون بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای شما. و اما تو ای کپرناهم، می خواستی سر به آسمان بکشی؟ به دوزخ سرنگون خواهی شد. هر که به شما گوش دهد به من گوش داده است. هر که شما را رد کند مرا رد کرده است، و هر که مرا رد کند کسی را که مرا فرستاد رد کرده است. آن 70 شاگرد خوش و خرم بازگشتند و عرض کردند: خداوندا، با ذکر نام تو حتی ارواح ناپاک تسلیم ما می شوند. عیسی جواب داد: من دیدم چطور شیطان مانند برق از آسمان سقوط کرد. من به شما قدرت دادم که مارها و گژدمها و تمام قوای دشمن را پایمال نمایید و هرگز هیچ چیز به شما صدمه نخواهد رسانید. ولی از این که ارواح تسلیم شما می شوند خوشی نکنید، بلکه شاد باشید که نامهای شما در عالم بالا ثبت شده است. در آن لحظه روح القدس خوشی بزرگی به عیسی بخشید و عیسی گفت: ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین، تو را سپاس می گویم که این چیزها را از خردمندان دانایان پنهان نموده و کودکان آشکار ساختی. آره ای پدر، اراده تو چنین بود. پدر همه چیز را در اختیار من گذاشته است. فقط پدر می داند که پسر کیست، و همچنین فقط پسر و کسانی که پسر بخواهد پدر را به آنان آشکار سازد می دانند پدر کیست. عیسی رو به شاگردان خود کرد و به طور خصوصی گفت: خوشا به حال آن چشمانی که آنچرا شما می بینید می بینند. بدانید پیامبران و پادشاهان بسیار آرزو می کردند که آنچرا شما می بینید ببینند اما ندیدند، و آنچرا شما می شنوید بشنوند اما نشنیدند. روز یکی از معلمین شریعت آمد و از راه امتحان از او پرسید: ای استاد، چه باید بکنم تا وارث حیات جاودان بشوم؟ عیسی با او فرمود: در تورات چه نوشته شده؟ آن را چطور تفسیر میکنی؟ او جواب داد: با تمام دل و تمام جان و تمام قدرت
و تمام ذهن خود. خداوند خدای خود را دوست بدار و امساحت را مانند خودت محبت نما. عیسی فرمود: درست جواب دادی، این کار را بکن که حیات خواهی داشت. اما او برای این که نشان دهد آدم بی‌غرض است به عیسی گفت: همسایه من کیست؟ عیسی چنین جواب داد: مردی که از اورشلیم به اریها می رفت به دست راهزنان افتاد. راهزنان او را برهنه کردند و لت و کوب کردند و به حال نیم مرده انداختند و رفتند. اتفاقا کاهن از آمان را می گذشت، اما وقت او را دید از طرف دیگر جاده رفت. همچنین یک لاوی خادم کاهن به آن محل رسید و وقت او را دید از طرف دیگر عبور کرد. پس از آن یک مسافر از قوم سامری به او رسید و وقت او را دید دلش به حال او سوخت. نزد او رفت، زخمهایش را با شراب شست و بر آنها روغن مالید و بست. بعد او را برداشته سوار چهارپای خود کرد و به کاروان سرای برد و در آنجا از او پرستاری کرد. روز بعد دو سکه نقره در آورد و به صاحب کاروان سرا داد و گفت: از او پرستاری کن و اگر بیشتر از این خرج کردی، وقت برگردم به تو میدهم. به عقیده تو کدام یک از این سه نفر همسایه آن مرد که به دست دزدان افتاد به حساب می آید؟ جواب داد: آن کسی که به او دلسوزی کرد. عیسی فرمود: برو مثل او رفتار کن. در جریان سفر آنها عیسی به دهکده آمد و در آنجا زن به نام مرتا او را در خانه خود پذیرفت. آن زن خواهر به نام مریم داشت که پیش پاهای عیسی خداوند نشست و به سخنان او گوش می داد. در این وقت مرتا به خاطر کارهای زیادی که داشت پریشان بود. پس پیش عیسی آمد و عرض کرد: خداوندا، ایش در فکر این نیستی که خواهر من در کار مرا تنها مانده که تنها کار کنم؟ آخر به او بگو بیاید به من کمک کند. اما عیسی خداوند جواب داد: ای مرتا، تو برای چیزهای بسیار پریشان و ناراحت هستی، اما فقط یک چیز لازم است. آنچه مریم انتخاب کرده از همه بهتر است و از او گرفتن نخواهد.